رایزنی گانز و معاون بیلینکن بالاترین سطح هشدار سفر اسرائیلی ها به ترکیه کانال 13 اسرائیل جزئیاتی از تلاش های اخیر نیروی قدس سپاه برای کشتن گردشگران اسرائیلی در ترکیه منتشر کرد و گزارش داد از جمله هفته گذشته ماموران اسرائیلی چند تن از شهروندان این کشور در استانبول را در عملیاتی فوری به فرودگاه بردن زیرا نیروهای قدس در هتل آنها کمین کرده بودند منابع رسانه‌ای از رایزنی وزیر جنگ رژیم با معاون وزیر خارجه آمریکا و همچنین درخواست مقامات تلاوی و زاتبا صهیونیست برای ترک هرچه سریتر استانبول خبر دادند به نقل از الجزیره بنیگانس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه اعلام کرد که با معاون وزیر امور خارجه آمریکا درباره آنچه همکاری های دو جانبی مستحکم و تعیین کننده برای ثبات منطقه خواند رایزنی کرده است این رایزنی در حالی است که سخنگوی دفتر نفتالی بنت نخست وزیر رژیم خبر داد که سازمان مبارزه با تروریسم این رژیم هشدار درباره سفر به استانبول ترکیه را به بالاترین سطح رسانده است و اسرائیلی ها باید هرچه سریعتر این شهر را ترک کنند. شورای امنیت دولتی رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد اسرائیلی ها باید در سریع زمان ممکن ترکیه را ترک کنند این تحولات در حالی است که یای لاپید وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی هم امروز در موزه مشابه از خواست در صورتی که ضرورتی ندارد از سفر به ترکیه خودداری کرده و صهیونیست هایی که در آنجا حضور دارند هر چه سریعتر این کشور را ترک کنند لاپید در ادامه ادعاهای خود علت این درخواست را تهدیدات از جانب ایران دانست که ممکن است جان سحنیست های حاضر در ترکیه در مرز خطر قرار دهد. حمله نتانیاهو به بنت شنیدن بنت میگوید که برای کشور ما میجنگد نه خیل. شما برای صندلی میجنگید اگر برای کشور میجنگیدید کنترل کشور را به منصور عباس و اخوان المسلمین نمی سپردید و اجازه نمیدادید که شهروندان اسرائیلی از برافراشتن پرچم و راه رفتن در خیابان ها بترسند بلینکن آمریکا میداند که کره شمالی برای آزمایش هسته آماده می شود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده آگاه است که کره شمالی برای آزمایش های هسته ای آماده شده است و در حال مذاکره با متحدان برای پاسخ از جمله تعدیل حضور نظامی خود در منطقه است. و پس از دیدار با پارک چین وزیر امور خارجه کره جنوبی در واشنگتن گفت ما میدانیم که کره شمالی برای چنین آزمایشی آماده شده است. بسیار هوشیارانه دنبال میکنیم ما در تماس بسیار نزدیک با متحدان و شرکای نزدیک خود از جمهوری کره جنوبی و ژاپن و دیگران هستیم تا برای هر سناریویی آماده باشند بلینکن در ادامه افسود آزمایش های هسته کره شمالی برای منطقه خطرناک و بیثبات کننده خواهد بود